درود دوستانی عزیز، در این نشر یک قطار خبرهای تاجیکستان و جهان را داریم. سروانی ارگنتینی باشگاه بارسلونا لیونل مسی میخواهد که در دستان نیمار را برگرداند و معلومات سرچشمه مسی از بین نیمار و لاوتارو مارتینز نیمار را انتخاب کرده است. مارتینز نیز ارزوی در دسته بارسلونا بازی کردن را دارد، اما مسی باشد تنها به نیمار توجه دارد. این باری اول نیست که مسی از روبریت نیلونوری ها خواهش میکند که نیمار را خریداری کنند. قبلا مسی با نیمار درباره بازگشت او به کاتالونیا صحبت کرده بود. 23 اپریل در قرارگاه فدراسیون فوتبال تاجیکستان جلسه نوبتی کمیته نظارت و انتظام تحت رهبری تویر نورزاده برگزار گردید. در آن قرارهای زیرین قبول کرده شد. در اساسی تفسیه کمیته داوران فدراسیون فوتبال تاجیکستان، کارت سرخ بازینگر دسته خطلون عمر جان شریفوف بیکار کرده شد. کدکس انتظامی فدراسیون فوتبال تاجیکستان در نتیجه ضرر جسمانی رسانیدن به داور در چمپیونات کشور میان دسته‌های جوانان، بازینگر دسته فایزکان رمضان پوچویف ابدا از فوتبال محروم کرده شد. نیم حمایتگر منچستر سیتی و تیم ملی اوکراین الکساندر زینچنکو برای نظر است که مقامات بریتانیا قرنطین را خیلی دیر جاری کردند. در اول آنها عموماً قرار دادند که قرنطین نشود. آنها میخواستند که آدمان را به خاطر اقتصادیات قربان کنند. آنها در نهایت سرگردانی مردم سیاره را دیدند و قرار دادند که به قرنطین وارد شوند. به نظر من متاسفانه آنها کمی دیر کردند. من بعضاً به مغازه میروم، اما تا حال منچستر را خالی ندیدم. حالا پلیس حتی با لباس های شهروندی میتواند شما را باز دارد و پرسان شود چرا جای زیستتان را ترک کردید و به کجا میروید. در مغازه همه قاعده ها رعایت میگردند، اما این کار کمی دیر شد. تا امروز بیش از 138 هزار نفر در بریتانیای کبیر به کرونا ویروس مبتلا گردیدند. طبق اطلاعی دیاریو سپورت، باشگاه ناپولی با حمایتگر بارسلونا ساموئل یومتیتی شرطنامه امضا میکند. روبریت دسته ناپل در جستجوی جایگزینی کالیدو کولیبالی میباشد، زیرا با احتمال زیاد او تابستان ناپولی را ترک میکند. ایتالیاوی ها علکی با بارسلونا مذاکرات را آغاز کردند، اما خود یومتیتی نمیخواهد بارسا را ترک کند. ساموئل یومتیتی تابستان سال 2016 از لیون با قیمت 25 میلیون یورو به بارسلونا آمده بود. باشگاه راستوف زمستانی گذشته به دروازه‌بان 21 ساله تاجیک توجه داشت. خود یتیموف روزی بود که به راستوف گذرد، اما گزارش در لحظه اخیر با سبب‌های نامعلوم لغو شد. اما چند پیش سرچشمه‌ها سبب به وقوع نپیوستن گزارش مذکور را در جراحات برداشتن دروازه‌بان سربی باشگاه استقلال نیکولا ستوشیج میبینند. چون استقلال این موسم در جام ایفکا هنرنمایی خواهد کرد و باشگاه در نزد خود مقصدی به نهایت جدی را گذاشته است. یتیموف زاده شهر نیژنی نوگورد فدراسیای روسیه بوده، فعالیت فوتبال بازیاش را نیز در این تیم آغاز نموده است. اما سال 2016 این دسته پراکنده شد. از سال 2018 این جانب یتیموف در روزه دسته استقلال دوشنبه را حمایت میکند. سامانه رسمی گیویم سپورت روی خط بهترین فوتبال بازانی دارای استعداد بلند را در تاریخ فوتبال منتشر کرد. زینه اول این روی خط را نابغه فوتبال جهان و یکچین ارگنتینا دیگو مارادونا از خود نموده است. زینه های دویوم و سیوم را باشد رونالدینیو و یوهان کرویف اشغال نمودند. خاطررسان میکنیم که در این روی خط بهترین گلانداز پرتغالیا کریستیانو رونالدو شامل نگردیده است. همچنین در زینه چهارم زینیدین زیدان، در زینه پنجم لیونل مسی و در زینه های بعدی جورج بست، تری آندری، اندرس اینستا، اندره پیرلو و خاوی جای گرفتند. کای گوتسون در وزبانی دسته خطلون در دوری سیوم چمپیونات تاجیکستان بهترین فوتبال بازی دور اعلان گردید. طبق فرضیه تلویزیونی ورزش مفصول با هنر علایش در وخوری با استقلال بهترین دانسته شد. او همچنین در هیئت رمزی دوری سیوم شامل گردید. مسابقه UFC 249 که قبلا بنابر پنجشنبه کرونا ویروس لغو شده بود، سنه 9 می در فلوریدا برگزار می شود. در این باره MMA Fighting با تکیه به منابعش از رهبریت این لیگ اطلاع داده است، اما با اطلاع منبع مکان برگزاری تا حال عنیق نشده است. قبلا دانا وایت پرزیدنت این سازمان از لغو برگزاری این مسابقه خبر داده بود. این آخرین خبر همین نشر بود. با رسیدن اطلاع تازه در نشر بعدی شما را آشنا می‌گردانیم.